نن سبا ورزش ته په نړۍ کې د یو سالمه فرهنګي او ټولنیز ارزښت په سترګو کتل کیږي او ډیر اهمیت ورکول کیږي. دا اهمیت په هر هیواد کې خو ورزشي اسانتیاو ته په کتو سره په واضح توګه څرګندیږي. په افغانستان کې د ورزش د ودې او د ورزشي اسانتیاو د برابرولو په برخه کې څومره هڅه کیږي، نن پر همدې موضوع غږیږو. له کاروان سره مل اوسئ. سلام، داود صدیقی هستم و شما کاروان تماشا میکنین. ورزش در افغانستان نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده، تا جایی که در چند سال اخیر ورزشکاران افغان در رقابت‌های جهانی تانستند پرچم کشورشان را با افتخار به اهتزاز درآورند. اما این در حال است که تسهیلات ورزشی در سطح پایینی قرار دارد و عوامل اجتماعی دیگر نیز مانع رشد ورزش در افغانستان میشه. در رابطه با یک گزارش از کابل برنامه را آغاز میکنیم. بیلا بیل ورزشونه او ورزشی اسانتیاب برابرول په هر هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. له 2001 کال وروسته په افغانستان کې سپورتي چارو ته زیاته پاملرنه شوې ده. دا مهال افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو او ځینو نورو ورزشونو په برخه کې ملي لوبډلې لري. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې ګول کیپر حمیدالله یوسفزی او ملګری یې سمیع الله مو په افغانستان کې د سپورت د پرمختګونو او شته اسانتیاو په اړه وپوښتل. مثلا 4 سال 5 سال میشه که برای ما میدانهای ورزشی فراهم شده، از نگاه جمنازیم، میدانهای فوتبال که یه هم یک علت پیشرفت فوتبال در افغانستان است، فوتبال هر ورزشی که باشه. فعلا بازیکنهای افغانستان رشد بیشتر نمودن، نه تنها در عرصه فوتبال. 10 سال که گذشت در او وقت تا موقع مساعد نبود برای مردم افغانستان که بیاین ورزش کنن. دا مهال د کابل غازی سټیډیوم په پرمختللو اسانتیاو رغبل شوی دی او شاوخوا یې هم د نورو ورزشونو لپاره ګڼې ودانۍ تر سترګو کیږي. ځوانان وایي چې د دومره ډیر نفوس لرونکي ښار لپاره د ورزش ته سیمې ډیرې کمی دي. همدا لامل دی چې په ګڼو ورزشي لوبغاړو کې د شنه چمن او نورو اسانتیاو نشتون لوبغاړي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. باید دولت خودش توجه بکنه در راستای ورزش که کلب جور بکنه و دیگه چمن جور بکنه و برای جوانای افغانستان در راستای ورزش خدمت بهتری باید صورت بگیره. ډیر ځوانان دا کوشش کوي چې ورزش ته لاره پیدا کړي، خو بیا هم دولت دومره گنجایش نه لري، دومره ظرفیت نه لري چې زیاته توجه ورزش ته وکړي. خو بیا هم په دې ډیر دومره وختو کې موږ وینو چې ورزش ته زیات خدمت سوی ده. په افغانستان کې ګڼ ورزشونه د اولمپیک ریاست رسمي ملاتړ له ځانه سره لري. د دغه ریاست د عامه اړیکو مشر محمد عارف پیمان وایي چې له ډېرو ستونزو او اوږده مزل وروسته په دې توانېدلي چې د نړۍ په کچه د افغانستان نوم د مخدره توکو او جنګ جګړو له هیواد څخه د پیاوړي ورزشي ځوانانو په نوم وځلوي. هفته گذشته ما پروتوکول امضای 30 میدان ورزشي را که از طرف سفارت امریکا در افغانستان اعمال میشه به امضا رسانیدیم که 30 میدان، 8 میدان از اینا در شهر کابل و مطابقه از در ولایات مختلف افغانستان اعمال میشه که این خود یک قدم دیگه است در راستای رشد ورزش. تیر لس کلونه د ورزش لپاره له ګڼو پرمختګونو سره مل و او افغان ورزشکارانو د المپیک د لوبو په ګډون په بیلابیلو نړیوالو ورزشي سیالیو کې ګډون وکړ. ګڼ شمیر مډالونه یې هم وګټل، خو په ټوله کې په دې برخه کې د نورو برخو په څیر ډېرې ستونزې موجودې دي. په تیره بیا د نجونو لپاره چې د ورزشي اسانتیاو د نشتوالي او کموالي تر څنګ د ورزش په برخه کې له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره هم مخ دي. د افغانستان با جرأته ځوانان دا مهال له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ورزش په بیلابیلو رشتو کې پیژندل شوي دي او د افغانستان لپاره یې په دې وروستیو کې ګڼ مډالونه هم ترلاسه کړي دي. احمد ولی یوسفزی، کاروان تلویزیون، کابل. ورزش بخشی از فرهنگ مردم جهان است که در طی قرون متمادی تاریخ بشر ایجاد شده و سیر تکاملی داشته است. اما این سیر تکاملی در افغانستان باید سدهای گوناگونی را بشکند تا به معراج تکامل برسد. شرح بیشتر از یوهانیز در کابل. در صورتی که ورزش برای هر انسان لازمی است، چرا در زندگی روزمره ما افغانها جایگاه خاصی ندارد؟ مشکل در کجاست؟ چرا ورزش برای زنان افغان پدیده غریبی است؟ مشکلات امنیتی، نبود امکانات یا هنجارهای اجتماعی
کدام یک سد راه ما شده. مردم بد میبینه، فامیلا بد میبینه، دختر با ورزش چی؟ تو چی میکنی که ورزش میکنی؟ تو خو جنگ نمیکنی یا تو خو بیرون نمیری یا تو خو مرد نیستی؟ اجازه نمیتن فامیلاشون بنان، زنان نمیتنن که ورزش کنن و یک زن که بخواه یک ورزشکار بر زن جور کنه نمیتنه، میگه چون زنان نمیه، چون فامیلا نمیمونه. دختری که حضورش در مسابقات المپیک 2012 لندن به بیش از هزاران دختر افغان انگیزه داد تا قدم در راه ورزش بگذارند و به هدفهای خود معتمدتر شوند. موفقیتش را مدیون حمایت قوی خانواده‌اش می‌داند. این در حالی است که از امکانات ورزشی در افغانستان ناراض است. در هر منطقه که شما ببینین ما 100 تا کلب برای آقایان داریم، اما در کنارش یک کلب برای دختر خانم‌ها نداریم. من نمیگم که کلب‌ها داشته باشیم که ما قهرمان‌ها داشته باشیم، من میگم کلب‌ها داشته باشیم تا که خانواده‌ها خانم‌ها بیاین در کلب برای یک ساعت بتونن آرامش عصبی پیدا کنن، برای یک ساعت بتونن مشکلات بدنیشون باهاش مبارزه کنن. بدبختانه ما امکانات نداریم و تا هنوز نتونستیم که فرهنگ و ورزش در جامعه ما پیاده کنیم. تهداب‌گذاری یک جمنازیوم با ظرفیت 2500 نفر در کابل برای زنان افغان یکی از کارکردهای اخیر کمیته المپیک افغانستان بوده. اما با این حال به گفته مسئولین هنوز مشکلات دامنگیر ورزشکاران زن در افغانستان است. کلاب‌های ورزشی در تمام ساعات کابل قسم شاید و باید که باشن نیست. و آمدنشان به کمیته ملی المپیک با وجود که بسیار علاقه مندی دارن میاین، یک اندازه مشکل است که موضوع ترانسپورتشان شست یا اینا پنتون میرن یا مکتب میرن، مصرفیت هایی که دارن در وقتش رسیده نمیتونن. زنان که در فرهنگ بومی افغانستان محکوم به سربزیری شده بودند، امروزه نهایت تلاش را با امکانات اندک به خرج میدهند تا قدرت حضورشان در عرصه های مختلف و خصوص ورزش به ثبت برسد. اگرچه در سالهای اخیر دیدگاه بسیاری از مردم کشور در مورد فلسفه وجودی ورزش در افغانستان تغییر کرده، اما با آن هم مشکلات امنیتی، نبود امکانات و بندوبست‌های خرافات سد راه شده برای نبود حضور پررنگ زنان در جامعه ورزشی. یوهانیز، تلویزیون کاروان، کابل. تنها یک استادیوم ورزشی در هرات نمیتونه نیاز 50,000 ورزشکار ولایت را مرفوع سازد. مسئولان اداره المپیک ولایت هرات میگویند با افزایش ورزشکاران در آن ولایت، کمبود تسهیلات ورزشی به یک چالش عمده مبدل گردیده است. در مورد توجه کنین به این گزارش. اینجا استادیوم ورزشی شهر هرات است که هر روز قبل از طلوع آفتاب میزبان صدها جوان ورزشکار است که به خاطر انجام دادن تمرین های مختلف ورزشی به اینجا آماده و تا به شام به بازی فوتبال و دیگر رشته های ورزشی ادامه می دهند. شماری از ورزشکاران هرات موجودیت این استادیوم ورزشی را عامل شگوفایی ورزش میان جوانان و علاقمندان ورزش در این ولایت عنوان کرده چنین می گویند. دروازه بروی همه ورزشکاران عزیز واز تا که بیایند و به همین جگاه ورزش کنند تا که بتونن از سلامتی خوبی اونا بهره‌مند گردن. مساحت این استادیوم ورزشی 40,000 متر مربع زمین را احتوا می کند که سابقه آن نزدیک به 70 سال می رسد. کلانا و بزرگا میگم حدود 60-70 سال پیش زمان کمی پارک ترقی جور شده و در وقت همون وقت زمان ولیس بنام آقای ملکیار ولی بوده که در بحث بازسازی و فضای سبز و نهالشانی و درخت ها واقعا یک شهرت خاصی در ولایت هرات داره. از قدیم الایام در مو وقت استادیوم ورزشی هم ساخته شده. ویژگی دیگری که از یک سو بر زیبایی استادیوم ورزشی هرات افسوده و از طرف دیگر جلو بادهای موسومی را گرفته، موجودیت درختان سر به فلک کشیده ناجو می باشد. اما با این همه موجودیت آمار بالای جوانان ورزشکار و علاقمندان ورزش در هرات باعث شده است تا این استادیوم به تنهایی خود نتواند همه ورزشکاران را جا دهد. حال حاضر ولایت هرات 3 میلیون جمعیت دارد و یک استادیوم است. همین استادیوم از صبح تا شام می‌بینیم، از مسابقات فوتبال دسته اول، دسته دو، دسته سه، جوانان، نوجوانان، جام ولسوالی ها، معارف، کلن هم تمام فعالیت های ورزش شهر هرات داخل همین استادیوم است.
هم اکنون به شمول استادیوم یک جیمنازیوم مدرن ورزشی نیز در هرات وجود دارد که هر روز از صبح تا به نیمه های شب در اختیار علاقمندان ورزش قرار دارد. فاروق فیضی، هرات. استعداد، علاقه و هڅه هغه څه دي چې انسان ته په هره برخه کې او په ځانګړې توګه په ورزش کې بریالیتوب ور برخه کوي. دا خبره عارف عثمانزوی د افغانستان د بیتمنتون د ملي لوبډلې په پخواني اتل او په امریکا غږ کې زموږ همکار راته وکړه. له هغه سره یو مازدیګر د تنس تمرین ته تللی وم او دا مرکه مې ورسره کړې ده. د ژوند په ورځنیو چارو کې خامخا ورزش ته ځای ورکړئ. دا خبره تل زموږ همکار عارف عثمانزوی موږ ته کوي. دای د امریکا غږ پیژندل شوی خبریال دی او همدارنګه پخوا په افغانستان کې د بیتمنتون اتل پاتې شوی. نو راوسم دې ته چې له کوم وخت راهیسې بیتمنتون او تینس کې بیتمنتون ځانګړی دی؟ ریښتیا خبره دا ده چې ما بیتمنتون په 1991 کې کله چې د ادبیاتو پوهنځي په اول سم کې وم هغه وخت مې بیتمنتون پیل کړ. هغه هم په پولیټکنیک کې هغه وخت روسي استادانو او نورو استادانو به معمولا سپورت کاوه. دوی بیتمنتون هم شروع کړی و. نو د تصادف خبره وه، یوه شپه زه لاړم او هلته مې ولید چې دا خلک بیتمنتون کوي. نو یو چا رانه خواهش کړ، غواړي چې لوبه وکړي. مالولې نه د هماغې نه پیل شو. څه وخت وچې بیا تاسو د ملي لوبډلې غړي شوئ؟ او زه په 2.5 کاله یا 3 کاله وروسته دنه چې ما بیتمنتون پیل کړ. البته د ډېرې مینې، ډېر زیار ایستلو او ډېرو تمرینونو په نتیجه کې ما وکړی شو زه کابل دغه والم د افغانستان قهرماني واخلم. پخواني قهرمانان ډېر معزز وروڼه او دوستانم لکه عبدالله جان عثمان یا نیم جانی مسکینیار، خدای دې وبخښي، دوی یو د بل پسې مې مات کړل. هغوی کلونه کلونه د دې لوبې قهرمانانو او د لوبې قهرماني مې واخیسته. زه په دې نوم خبر چې دی اوس هم په سیالیو کې ګډون کوي. د څو ورځو وړاندې دلته د ویرجینیا ایالت په شمال کې د پوخ عمر لرونکو لوبغاړو کلنی ورزشي تورنمنت په لاره اچول شوی و او ده پکې د بیتمنتون اتلولي وګټله. سکل ما په دې مسابقو کې ګډون وکړ او فیصله نوم مې ولیکه، نو چانس مې پیدا کړ چې لاړ شم. نو د خدای لطف و مې کړی شو چې د یو کسیزو لوبو او دوه کسیزو لوبو مډال ترلاسه کړم. بله، یو خبره د یادونې وړ ده چې عثمانزوی صاحب بیتمنتون هم کوي او تینس هم کوي. نن د ده د تینس د پریکټیس ورځ ده او موږ مجبور وو چې همدې ورځ سره اوسو د ده وخت ونیسو. که نهغه لږه واقعیت خو دا دی خو چې داود خان نسل غوښته، داود جان غوښتل چې په خپله راسره تینس وکړي. ډېر ښه شاباس لغاسي ډېر علي ډېر ډېر ښه ډېر علي کوشتیم با خدا. زه یقین لرم ستاسو امزولی با اوس له تاسو سره په روغتیا کې ډېر توپیر لري. کله چې سره وینې څه وایي یو بل سره؟ اوه کسان چې ورزش نه کوي وقت ته دی چې اکثر دوستان چې ما لیدلی دي یینما یا خاصتن زه چې کله افغانستان ته چلاړ شم خپل هم سمپلان خپل هم دوره دوستان یا دلته په امریکا او اروپا کې مې چې لیدلی دي واقعا یو څه توپیر زموږ ترمنځ شته. دی په دې معنا چې هغوی یا ډېر زر زاړه شوي دي یا زه ډېر زر ځوان پاتې یم. اما زه فکر کوم ځوان پاتې یم. کېدای شي د عمر پوښتنه مو وکړو مهرباني. ولې نه زه شپېته کلن شوم په دې جنوري کې، تېر جنوري کې شپېته کلن شوی یم او نو 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 پیګم د مو د عثمانزوی صاحب ته منځ ته توپیر بینې تاسو ته دا د ورزش برکت ګوره پیسلا یختان یختان سپین شوی دی. هغه دغه خبره د پاکستانیانو خبره وای چې ملاوت پکې کوم. ها
عثمانزی صاحب، ډیر کسان غواړي چې ورزش وکړي، خو ډیر کم کسان کولای شي چې بریالیتوب ترلاسه کړي او لاسته راوړنې ولري په ورزش کې. د دې لامل تاسو څه کې وینئ؟ زما په باور شخصي مینه او علاقه د ورزشکار، البته ورزشي وسایل او امکانات، کورنۍ او ټولنیز تشویق، او البته چې اقتصاد هغه اساسي ستنې دي چې د یو ورزشکار په بریالیتوبونو کې ستر رول لوبولی شي. کاروان به نظریات شما عرض می گذارد. به همین منظور در شبکه های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، ویب او ایمیل بلالاری لمکسر به هر زی او هر وقت که اریکه نیوله شوید. کاروان ساز ورندیزون او نیوکه پا فام کنیسی. تیرونی پا افغانستان که در تنباکو او سگرتو در پراخ استعمال پرلمو یا ریپورت خبر کرد. یو ځل چې مې ریډونکو دا ریپورت سایلای او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره خپل نظرونه وړاندې کړی دي. د مثال په توګه انیس کلیوال کابل لیکلی دي، منم چې نن سبا په افغانستان کې ډیر خلک په دې مرض اخته دي، خو متاسفانه چې دولت په دې اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. مننه، تل ستاسو د نظرونو په تمه یو. بخش جهان شما، بازار آزاد و تولیدات داخلی، تغییر در سطح خدمات صحی و گسترش وبلاگ نویسی در افغانستان. با می گزارش آغاز میکنیم. وبلاگ و وبلاگ نویسی میان افغانها روز به روز گسترش یافته و بر شمار وبلاگ نویسان افزوده میشه. بیشتر جوانان فرهنگی که با شعر و ادب علاقه دارند، با استفاده از این دریچه افکار خود را با دیگر هم زبانان خود در میان میگذارند. با یک وبلاگ نویس جوان در کابل آشنا میشیم. از دامن دختران قشلاقی خورشید بریز، ایوه ساقی خورشید بریز، گیج و مستم کن با نشر هوای سبز اشراقی. دختری که خلوتش را اپروان، کتاب و نوشتن تازه های اجتماعی پر کرده، شامگاهان تکیه بر درخت انار در باغچگک حویلی خانه ایشان می زند و خودش را از مشغله های کاری روز رها کرده، خیشتن را غرق در دنیای ادب می کند. من در حقیقت وبلاگ نویس هستم و وبلاگ دارم به نام اپروند و بیشتر موضوعاتی که برای اپروند می نویسم نیاز دارم که تنها باشم و فضای آرام باشه، که اونا رو معمولا بعد از شام وقت از کار به خانه میرم کش میکنم اونا رو بنویسم. لیسانس در ژورنالیسم پوانتون کابل، محصل زبان ادبیات انگلیسی یکی از پوانتون های شخصی، عکاس دوره دیده، کارمند وزارت خارجه افغانستان، نویسنده تردست برای یکی از رسانه‌های بین المللی و یک وبلاگر فعال اجتماعی. زهره نجوا، دخت افغان، یکی از جوانان موفق این مرز و بوم. برای آیندهش اهداف بزرگی در سر می پروراند. اما باز هم اهداف مشکل است در افغانستان در مورد هدف‌های صحبت بکنه، که یعنی شما میتونید زمان در مورد هدف صحبت بکنید که زمینه ها هم با شما باشه. و در افغانستان زمینه ها همیشه در حال تغییر هستن. شما اطمینان ندارین که چی اتفاق میفته. زهره نجوا وبلاگر وبلاگ اپروان چنان قلم به دست گرفته، از خلاهای اجتماعی و از زجر همنوان خود می نویسد که روز به روز به مشتاقان نوشته هایش افزوده می شود. نازیلا که حامی و خواهر بزرگ نجواست، از قدرت قلم وی می گوید. من اشته زورجان همیشه می خوانم. تقریبا هفته یک روز من وبلاگ شد چک می کنم و فیسبوک شد می بینم. اشته ایش زیاد خوش دارم و دوست دارم، مخصوصا که برتون بیشترم گفتم در مورد مشکلات زنان اشته می کنم. نجوا زمان را به گونه دستبندی کرده تا نهایت استفاده را از آن ببرد. او با گام‌های حاکم بر جاده پیشرفت قدم برمی‌دارد. جد و جهد، شهامت و استقامت جوانان افغان حاله از فخر بر افغانستان کشیده است. عکاسی و نوشتن با هم در آمیختند تا شخصیت فرهنگی نجوا را ساختند. جوانانی چون نجوا سرمایه های فرهنگی کشورمان هستند. امیدواریم که افغانستان همیشه زمین همواری باشد برای رشد نخبه های فرهنگی کشورمان. یوهانیس، تلویزیون کاروان، کابل.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو یو څه پراختیا موندلې. اوس د دولتي روغتونو تر څنګ په لسګونه خصوصي روغتونونه جوړ شوي چې د اوسني وخت په پرمختللو وسایلو سنبال دي او یو شمیر وړیا خدمتونه هم خلکو ته وړاندې کوي. په دې هکله له کابل څخه دا مطلب وګورئ. له خصوصي روغتونونو څخه مو د بیلګې په توګه په کابل کې د سټانډرډ له لابراتوار څخه احوال واخیست. دغه لابراتوار په ګڼو هغو وسایلو سنبال دی چې د سیمې په ګڼو هیوادونو کې ترېنه کار راخیستل کیږي. د دغه لابراتوار یوه ځانګړنه دا هم ده چې ګڼو هغو ناروغانو ته چې تور زیړی ولري او له اقتصادي پلوه هم ناتوانه وي په وړیا توګه ځانګړي واکسینونه ورکوي. میرمن حسینه له یاد لابراتوار څخه خوښي څرګندوي او د روغتیایي چارو په برخه کې په دې وروستیو کې شوي پرمختګونه ستایي. هر وخت کې ما آمدیم اینجا معاینات ما به حساب فری ما اجرا کرده. همی خوشبختیم است که همی استاندارد طبی لابراتوار به حساب بیوه یتیم یک سهولت بسیار خوبه بر ما چی که بکند. همی زمینه را بر ما مساعد کرده چون ما خوب بسیار به حساب اقتصاد مشکلات زیاد داریم. ډاکټر نور الله شهزاد د سټانډرډ لابراتوار مسلکی مسول دی. نوموړی وایي په افغانستان کې په روغتیایي چارو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ شوی دی. د دوی لابراتوار د دې وړتیا لري چې د وینې ټول هغه معاینات چې په افغانستان کې څو کاله وړاندې د تشخیص وړتیا نه وه اوس په ډیرې اسانۍ سره په کابل کې ترسره کیدای شي. په سطح د دنیا کې چې کوم معاینات کیدای شي افغانستان کې چې کوم مریضان ضرورت لري انشاءالله په صحیح شکل باندې موږ دا معاینات ورته انجاموو. او همچنان دا درته ویلی شم چې کومه معاینات هند و پاکستان ته تلل او زیاتره شفخانې حتی لابراتوارونه موږ سره رابطه لري موږ دا معاینات د هغو ته په همغه شکل چې په هند و پاکستان کې انجاموي په همغه شکل موږ هم ورته انجاموو. د عامې روغتیا وزارت د مرکزي لابراتوارونو غړی ډاکټر حبیب الله کاظمي وایي چې ټول هغه خصوصي روغتونونه چې د عامې روغتیا وزارت له تګلارې او ټاکلي معیار سره سم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي په رښتیا سره د ستایلو وړ دي او په دې برخه کې د سټانډرډ لابراتوار خدمتونه په ښه توګه ترسره کیږي. شفخانه شخصي یا لابراتوار شخصي کې به یک استاندرد معین ایجاد شده تکلیف مریضا را از روان کردن در کشورهای همسایه همچو پاکستان ما فعلا جلوش گرفته شده و تمام معاینات اینجا به صورت دقیق اجرا میشه. دا مهال په افغانستان کې څه د پاسه 200 خصوصي روغتونونه فعالیت لري چې ځینې د معیاري خدمتونو د نشتون له کبله کله ناکله له نیوکو سره هم مخ شوي دي. په افغانستان کې تیر یولس کلن مزل له ډېرو ستونزو څخه ډک و خو له نیکه مرغه چې د نورو پرمختګونو تر څنګ د روغتیایي چارو په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. احمد ولي سبزی، کاروان تلویزیون، کابل. با آنکه نظام بازار آزاد و افزایش کالاهای وارداتی در افغانستان شرایط را برای تولیدات داخلی مشکل ساخته، اما شماری از تجار افغانی تلاش میکنند با این وضعیت مقابله کنند و تولیدات داخلی را توسعه بخشند. در مورد گزارش داریم از هرات. فابریکه چاپ سکلت یکی از جمله کارخانه های مونتاژ و بسته‌بندی موتورسیکلت است که از 10 سال به این طرف در هرات فعالیت میکند. این فابریکه که با گفته مسئولان آن اولین و بزرگترین فابریکه در سطح افغانستان به حساب می آید، بیش از 30 نوع موتور را بسته‌بندی و جهت فروش به هرات و دیگر ولایات افغانستان عرضه می نماید. فابریکه صنعتی شهاب سگلت در سال 1382 در شهر هرات تأسیس شد. هنوز شهرک صنعتی او زمان فابریکه ساخته نشده بود. زمین نو به دسترس مردم گذاشته شده بود، هنوز هنگر و جا و امکاناتی به اونجا نبود. ما داخل شهر هرات اولین فابریکی تولید موتورسیکلت در افغانستان بود که ما ایجاد کردیم، که از اول از صنعت مونتاژ شروع کردیم و حال بعضی از قطعات موتورسیکلت خود ما در شهرک صنعتی میسازیم. این فابریکه به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی هزینه برداشته و هر روز نزدیک به 500 اراده موتور را با سایزهای مختلف مونتاژ می نماید و مواد خام آن بیشتر از کشورهای چین و ژاپن وارد می گردد. ظرفیت تولید ما بالای روزانه 500 تا موتورسیکلت می تونیم ما مونتاژ کنیم. مونتاژ بستگی به کشش بازار داره. فعلا بازار خوبی نیه. تولید ما از سال گذشته خیلی پایین آمده و امسال حدودا روزانه 100 تا موتورسیکلت ما می‌فروشیم.
هرچند تا به حال تولیدات داخلی افغانستان به دلایل مختلف نتوانسته است بدیل واردات مشابه خارجی در داخل کشور شود، اما شماری از انجینران میگویند تولیدات این فابریکه از کیفیت بسیار خوبی برخوردار می باشد. کیفیت از این موتوری که ما به اینجی به افغانستان به ایراد منتاج میکنیم نسبت به کیفیتی که جنسی که از خارج میه خیلی فرق داره، چرا که جنسی که از خارج میه به اینجیگاه او به حساب خدمات پس از فروش نداره، او تقریبا جنس داغمتره نسبت به این جنسی که ما به اینجی منتاج میکنیم. به اینجی که ما این جنس رو منتاج میکنیم بیرون میره خدمات پس از فروش داره، حتی بعد از چند وقت هم که موتور اگر هوا ریزی میکنه اگر کدام مشکلی برای پیش میشه پس میه داخل شرکت وجود میشه برای مردم عرضه میشه. با روی کار آمدن نظام کنونی در افغانستان بر علاوه فابریکه شهاب سگلت، فابریکای زیادی در بخشای مختلف این کشور به فعالیت آغاز کردند که در حال حاضر تنها بیش از 400 فابریکه تولیدی در شهر هرات وجود دارد. فاروق فیضی، هرات. کچه هم نن سبا پا افغانستان که دی بیکاری کچه لوله ده او دیر زوانان دی خپل دی راتون که پاره اندیخمندی، خوله بلی خواه یو شمیر نور چه دیر زیار واسی او له موجوده فرصتونو چخه پا پوره توگه کار اخلی دی اغوی دی بریل توب مخه چوب نشینی مولی. دی بلخ پانتون لیو زوان خون که سره دا مرکه و گوره. زمیر سره هغه څلیرش کلن زوان دی چه دلوار زده کرو دو پای ترسولو روسته یو خدند مندلی. ښاغلی څاروی د ښوونځي دوره یې په کلي کې تیره کړې او په همدې دوره کې له ډېرو لوړو او ژورو سره مخامخ شوی. زمیر سار له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته د بلخ پانتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې خپلې لوړې زدکړې بشپړې کړې او اوس په همدې پوهنځي کې استاد دی. ما دولس کاله مکتب په کلي کې ولوست په خپل کلي کې، او کله چې د کانکور ازموینه شوه نو د کانکور د ازموینې له لارې د بلخ پانتون ادبیات پوهنځي ته بریالی شوم. د دغې پوهنځي پښتو ډپارټمنټ مې ولوست، او کله چې له دغې ډپارټمنټ څخه فارغه شوم نو ښې نمرې مې درلودې، او د قدر شمول د قدر په ازموینه کې مې برخه واخیسته او په دو دورو کې له دې ازموینه څخه هم تیر شوم، او اوس د بلخ پوهنتون ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد یم. ښاغلی څاروایي کله چې د په پوهنځي کې زده کړې کولې په پوهنتون کې په تیره بیا د پښتو ادبیاتو په برخه کې د کادري استادانو د کمښت احساس وکړ، نو هماغه وخت یې پرېکړه وکړه چې له فراغت وروسته به په خپل پوهنځي کې د تدریس دنده پر مخ بیایي. څرنګه چې له وخته زما له لیکوالۍ سره علاقه وه او څه وخت چې په پوهنتون کې وم نو پوهنتون کې مې د لیکوالۍ په برخه کې د یو استاد اړتیا لیدله، نو له هغې وخته ما سره دا مینه پیدا شوه، علاقه پیدا شوه چې زه باید پوهنتون کې استاد شم، او هغه هم د لیکوالۍ برخه کې چې اوس مهال همدغه مضمون په همدغه پوهنتون کې تدریس کوم. که څه هم زمیر سار یو تکړه لیکوال هم دی او د تحصیل په دوره کې هم لیکنې کولې، خو بیا هم وایي هغه وخت به په خپل مسلک وویاړي چې تکړه لیکوالان وروزي. زه به هغه وخت په خپل استادۍ وویاړم چې په واقعا یا په رښتینې بڼه زما زده کوونکي له ما څخه څه زده کړی شي او په آینده کې د پښتو ژبې ستر لیکوالان شي. څار زیاتوي او وایي که چیرې ځوانان د کار کولو وړتیا ولري او له ځان څخه د کار کولو وړتیا او هڅه وښیي نو څه نا څه د کار کولو زمینه هم شته تر څو په دندو وګمارل شي. نئی متل، مزار شریف. داود دیونه کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. د خبرونې په وروستیو شیبو کې غواړم یادونه وکړم، موږ د خبرونې د لا ښوالي لپاره ستاسو د وړاندیزونو او نیوکو په تمه یو. تاسو د انټرنټ له لارې تل کولی شئ زموږ خبرونې په یوټیوب، فیسبوک او د امریکا غږ په ویبپاڼو کې وګورئ او په اړه یې خپل نظر ولیکئ. هیله ده چې تل له موږ سره مل اوسئ. تر بیا، الله مو مل شه.